سلام به شما عزیزان من شوامانی هستم و شما رو به یکی دیگه از برنامه های نو خوش آمد میگم این هفته در ادامه تعلیمات زیبایی که داشتیم درباره جلال خداوند به قسمت سوم این تعلیمات رجوع میکنیم اگر برنامه اول و دوم رو ندیدید صد در صد برید و برنامه اول و دوم نگاه کنید چون این تعلیمات به همدیگه کاملا وصل هستند. نکته خیلی زیبایی که داریم برای هم دیگه باز میکنیم اینه که جلال خدا چه مفهوم و معنی داره جلال خدا اصلا چی هست و درک درست جلال برای یک ایماندار حیاتی هستش چرا به خاطر اینکه بر برطق کلام خدا جلال خدا هستش که به ما حیات میده و جلال خدا هستش که در واقع ما میتونیم درش سهیم بشیم خیلی جالبه که این ترمینالی جلال تو کتاب مقدس بارها تکرار شده ولی در کلیسای مدرن وقتی درباره جلال صحبت میکنیم معمولا دکی که ایمان داره جلال داره زیاد بر طبق تعلیم کتاب مقدس یه تصویری هستش از شاید قدرت خدا تصویری هست از شاید مثلا لمس کردن روح القدس شاید مثلا دود شاید یک بخار بالاخره یه تصویرهای خیلی جالب و گوناگون وجود داره ولی در اصل در فصل اول و دوم ما باز کردیم که جلال خداوند شامل سه قسمت میشه بر طبق خروج فصل سی و چهارم آیات شیش که جلال خداوند شامل فیض خداست که این فیض محبت خداست و این محبت شامل رحمت رعوف بودن خدا دیرخشمی خدا کسیر احسان بودن خدا و با وفا بودن خداست که پنج بود فیض خداست یا پنج بود محبت خداست که این در واقع کابود خداست یعنی ماهیت محبت خداست که ما میتونیم چیکار بکنیم از این فیض بخوریم یا شاملش بشیم اینو در جلسه قبلی درس دادیم که ما میتونیم علنا از این فیض بهرهمند بشیم این جلال رو چیکار بکنیم مثل نان آسمانی که در فصل 16 خروج تصویرش رو میبینیم این در واقع همون جلاله که جسم گرفته است چون در فصل 16 هام خروج برمیگرده به خداوند برم میگه که حالا جلال من رو فردا خواهید دید بامدادان خواهید دید و جلال رو در نان آسمانی میبینیم و این نان آسمانی تصویری است از خود عیسی مسیح که در جسم آمد و ما داریم از بدن او چه بهره مند میشیم از جسم او بهره مند میشیم و چیکار میکنیم حیات روزمره میگیریم این تصاویر زیبایی بود که در جلسه های یک و دو با همدیگه در میون گذاشتیم ولی میخوام ادامه بدیم چون در فصل 16 همه خروج یه تصویر حتی عمیقتری رو از جلال خواهیم دید آماده هستین با همدیگه برمیگردیم و برمیگردیم فصل 16 هم آیه چهار یه مدت از آیات با همدیگه میخونیم آنگاه خدا به موسی گفت همانا من نان, من, من نان از آسمان برای شما بارانم و قوم رفته کفایت هر روز را در روزش گیرن یعنی نان آسمانی که خودش تصویری از جلاله اون رو هر روز به شما خواهم داد یعنی ما هر روزه باید از جلال خدا که فیض خدا و محبت بی همتای خداست من بشیم و مثل اون نان از این فیض بخوریم فیض تو برای من هر روزه بس کافیست آم، تا ایشان رو امتحان کنم که بر شریعت من رفتار میکنن یا نه و در واقع شریعت خدا که داره بر طبق اون رفتار میشه در واقع شریعت عهد جدید بر طبق فیض خداست یعنی اگه شریعتی در عهد جدید وجود داره بر طبق فیض بنا شده نه اینکه فیض بر طبق شریعت بنا شده باشه یه نکته خیلی جالبیه اگه ما شریعتی هم در عهد جدید انجام میدیم یعنی احکامی رو اطاعت میکنیم به خاطر فیض خداست که اطاعت میکنیم چون در فیض زندگی میکنیم قدوس هستیم نه به خاطر اینکه قدوس هستیم خدا فیض میده بلکه به خاطر اینکه در فیض هستیم دوست زندگی میکنیم پس در واقع این بر همون آیته و میگه و واقع خواهد شد که در روز ششم که چون آنچه را که آورده باشند درست نمایند همون دو چندان آن خواهد بود که هر روز برمیچیدن و ما چون در ثبت خدا در فیض زندگی میکنیم چون عیسی مسیح خداوند ثبت هستش یعنی امروز در مسیح ما در ثبتیم یعنی در استراحت هستیم یعنی دیگه مجبور نیستیم شریعت را اطاعت بکنیم تا نجات داشته باشیم در واقع نان آسمانی به طور کامل به طور کامل برای ثبت هم مهیا شده و دیگه احتیاج نیست که حتی بریم به دنبال فیض بگردیم به دنبال محبت خدا چیکار کنیم جستجو کنیم و اون رو پیدا کنیم برای ما مهیا شده در زمانی که در کلیسا هستیم جلال خدا به طور ما فوق نیاز ما برای ما مهیا شده که بدون این که حتی به دنبالش بریم برای ما هست هللویا ما الان در کلیسا در زمانی زندگی میکنیم که فیض ما برای نیازمون به طور روزمره به ما داده شده به حدی که در سبت بدون تلاش بدون کوشش فیض برای ما یعنی جلال برای ما مهیا شده برای زندگی روزمره ما و این نشانه زیبایی این هستش امروز ما حتی شهر بدیم که در تابوت عهد خدا که در هیکل بود در دارون تابوت عهد که نشانه از خود کلیساست یعنی از ما هستش چون از چوب شتیم که یک چوب معمولی درست شده ولی طلای ناب بیرون و درون اون رو پوشیدانیده که عدالت خداست یعنی من ایماندار که یک انسان معمولی بودم چوب شتیم که حال به خاطر عدالت خدا که طلای تا... نابه از درون و بیرون چی شدم پوشانیده شدم یعنی در فیض کامل خدا در عدالت کامل خدا در قدوسیت مسیح چی هستم عادل شمرده شدم در درون اون تابوت عهد اسای هارون نان آسمانی و ده فرمان گذاشته شده بود که نشان دهنده مسیحی است یا کلیساست که میاد و به شکلی که امروز هستیم حرکت میکنه من مسیحی در مسیح جلال خدا که نان آسمانی در درون من قرار گرفته. اسای هارون که اقتدار روح القدس به من جاده شده در نام مسیح و شریعت خدا رو قلب من نوشته شده. من این هستم. پس جلال کجاست؟ جلال تو آسمان نیستش که دنبالش بگردید همش بگید هی خدای جلال خود رو برای من بفرست. من جلال خدا رو ببینم. تو جلالت نمایان کن. جلال در درون شما و منه. جلال خدا که نان آسمانی در درون ما نهفته شده گذاشته شده دعای درست اینه که خداوند داد. جلال خود رو از من درخشان نما که جلال خودش رو چکار کنه برون بده یا بروز بده یا نشون بده هللویا پس آیه بعد نگاه میکنیم و میگه که موسی و هارون به همه بنی اسرائیل گفتن شامگاه خواهید دانست که خداوند شما را از زمین مصر بیرون آورده است و بام دادن آیه هفت جلال خداوند را خواهی دید زیرا که او شکایتی که بر خداوند کرده ای شنیده است و ما چیستیم که بر ما شکایت میکنید پس جلال خداوند دیدنش با دیدن نان آسمانی بود خب و موسی گفت این خواهد بود چون خداوند شامگاهان شما را گوش دهد تا بخوری و بامدهان نان تا سیر شوید زیر خداوند شکایت های شما را که بر وی کرده اید شنیده است و ما چیستیم بر, ما نه بلکه بر خداوند شکایت نموده اید. و موسی به هارون گفت به تمامی جماعت بنی اسرائیل بگو به حضور خداوند نزدیک بیاین زیرا که شکایت های شما را شنیده است و میخواستم که این دو قسمت رو با هم دیگه ببینیم پس میدونیم که خداوند در روز نان به این عزیزان داد آمین برای همینطور هم در شب برای اینکه گشته بودن بهشون چی داد پرنده های رو داد فکر کنم که بلدرچین هستن در کلام خدا بهش با میگه بلدرچین هستن پس در شب بلدرچین بهشون داده میشه گوشته در صبح بهشون چی داده میشه نان نان نشانه بدن مسیح که فیض خداست هست به خاطر اینکه این نان شیرین بود مثل واورهای اصل به طعم اصل پس در واقع نان شیرین رو ما در واقع صبح میبینیم که نشانه جلاله این یه میشه گفت شباهت خیلی زیبایی از محبت خداوند که در مسیحه از زیبایی محبت خداوند از نیکویی و احسان خدا از رحمت و رعفت خدا از دیرخشمی خداست که مثل یک نان شیرین به ما روزمره داده میشه ولی جنبه دیگه خیلی زیباش شبه شب بلدرچین بست داده بشه چرا بلدرچین؟ چرا فقط نون کافی نیست چرا بس گوشتم داده بشه آیا جلال خداوند ابعاد دیگه ای هم داره یا نه بله صد درصد داره گوشت این بلدرچین میاد و بلدرچین رو نمیشه مثل نان خورد. بلدرچین میاد و در تله میفته در تله که میفته دیگه نمیتونه فرار بکنه اون وقت شخصی که در تله این بلدرچین رو میگیره بس او رو بکشه وقتی که میکشه زجری به بلدرچین داده میشه و خونی ریخته میشه که خون بلدرچینه و بعد باید برهنه بشه پراش کنده بشه و بعد باید چیکار کنه روی آتش سوخته بشه وقتی که سوخته میشه و پخته میشه خورده میشه پس صحنه خیلی زیبایی نیست برای بلدرچین ولی برای کسی که میخوره بسیار خوشاینده این چیست این تصویری از جلال تصویری از از جلالی که در مسیح داریم نه جنبه محبت و فیض خداوند پدر که در مسیح است بلکه این جلال در زجر مسیح است اوکی بذار اینجوری شهر بدم جلالی هست که در خداست آمین این جلال در خدای آسمان و زمین که پدر ماست آمین در محبتش و فیضش خودش رو نمایان میکنه پس میدونیم که در خروج 33 و و خروج 34 میبینیم که خدا میگه یهوه یهوه خدای رعوف خدای رحمت خدای دیرخش خدای کسی رسام و خدای چی با وفاد. این در واقع جلال خداست ماهیت خداست کابد خدای پدره آرایت right? که خوبی و نیکویی خدای فیضشه این در عیسی مسیح هم قرار میگیره و چون عیسی مسیح جلوه کامل پدر هستش آمین چون او تصویر کاملی از پدر هست چون میگه من و پدر یکی هستیم اگه من رو دیدید پدر رو هم دیدید پس میشه گفت جلال پدر خودش رو در پسر به این شکل نمایان میکنه که تمام ماهیت پدر در پسر قرار میگیره و این ماهیت آسمانیه من اینو اینجوری میگم ماهیت آسمانی پدر در پسر خودش جلوه میکنه و ما از این میخوریم هم مسیح مهربانه هم مسیح دیرخشمه هم مسیح رحمت داره هم مسیح رعوفه هم مسیح باوفاست تا آخر زمان با شما خواهم بود هم کسی رحسانه پس تمام ماهیت پدر در پسره و ما اون رو مثل نان آسمانی میخوریم ولی ماهیتی هم در پسر هست که در بدنشه به عنوان فرزند انسان نه فرزند خدا بلکه پسر انسان چون مسیح دوگانه است هم پسر خداست هم پسر چیه؟ انسانه در پسر خدا بودنش در جلال پدر یکیه در پسر انسان بودنش جلالی که به ما میده دردها و رنجهاش هستش و زجری که روی صلیب میکشه و دردی که میکشه و فداکاری که میکنه در واقع درگیر میشه یا دستگیر میشه مثل همون بلرچینی که تو تور میفته و بعد کشته میشه همونطوری که مسیح بر روی صلیب کشته میشه خونش ریخته میشه و بعد در واقع برهنه میشه و در واقع اوریان میشه و بعد کاملا مثل قربانی سوختنی داده میشه و گوشت او که بدن کشته شده است یا بدن چی هستش بدن خود شده مسیح هستش در واقع قضای روزمره ما هم میشه حالا اگه میخوایم اینو با همدیگه درک بکنیم بیشتر ببینید که بعد معنی اینو یکم بیشتر باز کن با هم دیگه میریم در اول پتروس چهار و آیه سی، سیزده سیزدهم. بریم در اول پتروس آیه چهار آیه سیزدهم ببینیم که این رو به چه شکل چه نحوی رسولان در عهد جدید درس میدم آیا آیه رو با همدیگه پیدا کنیم این رو من یه لحظه به من وقت بدی براتون پیدا میکنم مرسی عالیه اوکی گود آره و میگه بلکه به قدری که شریک زحمات مسیح هستید خوشنود شوید که در, در هنگام ظهور جلال وی شادی به وجه نمایید وات چی خب یعنی وقتی که در زرش های او هم شریک هستیم خب به قدری که در شر... شریک زحمات مسیح میشوید و شادی و وجد نما یعنی شاد باشید چون که در واقع در جلال حضور وی در جلال وی هم شریک میشید یعنی وقتی که در زحمات و دردها شریک میشید در واقع زمانی هستش که چیکار میکنه جلال او هم ظاهر میشه جلال کی جلال مسیح که پسر انسان بود ظاهر میشه و در واقع در ما یک شادی و وجد به خصوصی رو به خاطر اطاعتی که میکنیم نمایان میکنه اینجا یه آیه بسیار زیبا است حالا در رومیان 8 17 هم با همدیگه یه آیه دیگر رو میخونیم که به نظر من اینو بیشتر حتی باز میکنه رومیان آه، فصل هشتم آیه 17 بگذارین این اینجا رو نگه دارم اوکی رومیان 8 17 و میگه به هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم یعنی ورسه خدا و هم ارث با مسیح اگه شریک مصیبت او هستیم در جلال وی نیز... هم شریک باشیم <ت arkadaş> یعنی اینکه باید بدونیم که یه جلالی هم هست در زرش های مسیح که تصویر این جلال، این جلال جلال پدر نیست. این جلال پسره. جلال پدر در این تصویر زرش ها دیده نمیشه. جلال پسر هستش که دیده میشه. پسر چی؟ پسر انسان. پس در جلال پدر، در پسر صحیم هستیم. چرا که پسر و پدر یکی هستن در روح. پس در محبت و کسی رسانی و رعفت و رحمت و با وفا بودن و دیرخش بودن پدر و پسر یکی هستن ولی پسر انسان مثل اون بلدرچین زجر میکشه و چون زجر میکشه جلالی هم برای خودش به طور منحصر به فرد داره و ما هم وقتی درد میکشیم در این جلال هم با او سهیم میشیم با من هستید یا یه مقداری هنوز شاید گنگه یا شاید هم سنگین باشه برای برای درک میدونم که هر, دوتای ما می دونیم. هر دو ما میدونیم هر هر مای... همه ما میدونیم هم شما هم من وقتی دو نفر دیگه دارن با هم درباره مسیح صحبت میکنن اگه بخوام واقع بینانه یا حقیقت رو بگن نمیتونیم بگیم که او زندگی مسیحی ما خیلی باحال بوده یعنی هر چی بوده خوب بوده تا الان عالی بوده باور کن در... از زمانی که با مسیح آشنا شدن بعدمانی هیچ درد و زجری نکشیدن صفر همش عالی پارتی اصلا ما خوش اصلا خوش با هم دیگه فقط خوب و بهتر و بهتر بوده نه چنین چیزی صحت نداره من با تمام هایی که صحبت کردم تجربه زندگی خودم تجربه بی... ایمانداران دیگه هر کس و هر رنگ و هر هر تجربه روحانی از یک سال ایماندار تا سی سال ایماندار همه دردهای خودشونو کشیدن همه زجرهای خودشونو چشیدن همه ما در دره‌ها و های خودمون قرار گرفتیم و بها دادیم اون زمان در دردها و زجرهای مسیح سعیم شدیم شاید زمانی که مریض بودیم و باید صبر میکردیم تا شفا پیدا کنیم یا زمانی که به ما جفا میرسوندن و نمیتونستیم جواب جفا رو بدیم زمانی که ما رو در از خانواده ها بیرون میکردن در زندان ها افتادیم زمانی که از کار بیکارمون کردن زمانی که به ما فوش و بیحرمتی شده به خاطر ایمانمون زمانی که زن همسر بچه از ما دور شده و نتونستیم اونها رو پیدا کنیم یا بیابیم چون از ما جدا شدن به خاطر مذهب و شریعت و ایمانی که به عیسی مسیح اووردیم و مذهب و شریعتی که داشتن زمانی که ما رو از ما بازجویی می شدش زمانی که دائما در ترس و وحشت برای این بودیم که خدمتی که میکنیم شاید آشکار بشه و بعد بس در, در زندان بیفتیم یا در بازداشتگاه قرار بگیریم زمانی که در کشورهای دور افتاده به عنوان ایمانداران گیر کردیم و نمیتونیم از زندگیمون حتی استفاده کنیم چون نه در اینجاییم نه در آزادیم هستیم نه در, نه در امت خودمون هستیم و در, این در تکاپوی زندگی و زرش های اون آواره بودنها بودیم خیلی دردها و زجرها رو ایمانداران در زندگیشون کشیدن اینها جزء زندگی مسیحی هستش اینها جدا از زندگی مسیحی نیست تمام اینها جزوی از تجربه روحانی ماست و اگه ازشون فرار بکنیم در واقع اون گوشت رو نخوریم که گوشت بلدرچینه در جلالی به خصوصی که درد و زجر با خودش میاره سهیم نمیشیم من به عنوان یک ایماندار میتونم بگم که باید هم از نون بخوری هم از گوش بخوری باید هم از نان آسمانی سهیم بشی هم از بردرچیم اگه بتونی واقعا میخوای مسیر رو دریابی مسیر رو تجربه کنی کابود یعنی ماهیت خدا رو چه کار بکنی باهاش یکی بشی باید هم در فیض خدا در پسر یکی بشی هم با درد مسیح که در اطاعته یکی بشی اینها دور از هم دیگه نیستن اینها یکی هستن و اینها در واقع دو طرف یه سکه هستن یه مسیحی نمیتونه مسیحی بشه در این فکر بیفته که حالا که مسیحی شدم همه مشکلاتم هم تموم شد و همش جلال 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 کلام خدا میگه ما از جلال به جلال حرکت میکنیم از جلال به جلال منتقل میشیم یا زندگیمون عبور میکنه یا در واقع ترقی پیدا میکنه جلالی هست در رستاخیز که فیزه جلالی هست در موت که بلدرچینه و درده جلالی هست در بالا رفتن جلالی هست در افتادن جلالی هست در به دست آوردن جلالی هست از دست دادن جلالی هست در افتادن ها جلالی هست در بلند شدن ها جلالی هست در در ارباب بودن و رئیس بودن و شبان ها بودن و جلالی هست در پاشوری این جلال ها هر دوتا زاویه ای است یا تصویری است از فیض و از رنج پس عزیزان من جلال خدا در پدر فیض اوست جلال خدا در پدر نام اوست جلال خدا در پدر قدوسیت اوست و ما روزمره از فیض او چیکار میکنیم بهره مند میشیم که جلالشه ولی جلالی هست در عیسی مسیح که در بدن اوست در انسان بودن اوست نه در با خدا یکی بودن او بلکه در انسان بودنشه که اطاعتشه زجرشه دردشه و صبرشه و با وفا بودنش نسبت به خاندگیشه و قدوس بودنشه حتی وقتی بهش حمله میشه و بارها وسوسه میشه زجری هست که در جس تجربه میکنه به خاطر اینکه چیه مرد خداست و مقدس زندگی میکنه زجری هست که تجربه میکنه و در واقع در اون جلال اون جلال با ما یکی میشه میدونستی وقتی که وسوسه گناه میشید و به اون گناه نمیگید زج میکشید آره وقتی که میگی نه به گناه بدن داد میزنه چرا آقا, آقا یه کار کن دیگه این کارو بکن حالا مسئله نیست این کارو بکن بدن داره باد حرف میزنه بابا الان اذیت نکن دیگه من نیاز دارم من احتیاج دارم من میخوام اخه نمیشه چرا من میگی نه ولی وقتی بدنت میگی نه داری زرج میدی به خودت همون قدم مسیح بارها زرج کشید زرج مسیح فقط رو سریب نبود اتفاقا خادمین خدایا؟ رسولان خدا دقیقا میتونستن درک کنن که زجهای مسیح جزوی از اش قدوس بودنه مقدس زندگی کردنه جزوی از اون مقدس زندگی کردن نگفتن هاست. بارها به تمایلات و خواسته ها و غریزه های انسانی نگفتنه بارها به وسوسهها ها نگفتنه بارها وقتی میتونی یه کاری رو بکنی و میدونی در فیز میتونی انجام بدی ولی نه بهش بگی به چی داری نمیگی؟ به داری به بدنت نمیگی بدنت هم خوشش نمیاد دوست من خوشش نمیاد دوست نداره زج میکشه وقتی مشروب میخوای بخوری و میخوای مس بشی به میگی نه نمیخوام فراموش بکنم میخوام با مشکلم روبرو بشم وقتی مواد مخدر میخوای بزنی تا نشه بشی و اصلا فراموش بکنی زندگی رو ولی میگی نه من حاضرم با واقعیت های زندگی روبرو بشم و حاضر نیستم خودم رو گم بکنم وقتی که وسوسه جسمانی میشه و میخوای خیانت بکنی یا در رابطه جنسی قرار بگیری برای یه ده دقیقه 15 دقیقه خودتو گم بکنی و یه چیزی رو ارضا بکنی در بدنت میگی نه به خاطر اینکه من مرد خدا و زن خدا هستم این هویت منه و هویت من اینه که من بالاتر از این ده 15 دقیقه هستم شخصیت من ایجاب نمیکنه که خودم رو اینقدر کوچیک کنم برای برای ارزای غریزه جنسی برای ده دقیقه یا 15 دقیقه ها؟ یا وقتی که یه وسوسه مالی میشه میتونی 100 دلار 200 دلار 300 یورو 300 هزار تومن 10 میلیون تومن 20 میلیون تومن رو جیب بزنی بخواد اینه که مشکلات داری و میخوای خودت قانع کنی که بابا حالا خدام میبخشه چون من واقعا گرسنه هستم ندارم احتیاج دارم که بالاخره مشکل رو حل کنم خدای تو خودت میبینی حالا منو ببخش اون وقتی که میگی نه و به جسم نمیگی و زج میکشی چون نمیدونی چه جوری اون مشکل حل میشه آگاه نیستی چه جوری خدا میتونه این مشکل اساسی رو برداره و این بار سنگین رو از و این صد رو برداره چون واقعا با چشما غیر ممکنه ولی حاضری نبگی و اعتماد بکنی زجره اینا همه زجره زج فقط چیز نیستش زندان افتادن نیست زج این نیستش که فقط انسان جفا بگیره زج وقتی هستش که انسان پا روی اون هویت روحانی خودش وا میسته و قدوسیت خدا رو حفظ میکنه می من بارها درباره فیض صحبت میکنم فراموش نکنید که همونقدر که درباره فیض صحبت میکنم درباره مقدس بودن هم صحبت میکنم یکی از تصاویر نادرستی که مردم درباره حیات نو که فکر میکنم بعد در مانی اصلا درباره مقدس بودن صحبت نمیکنه ولی من مقدس بودن و خارج از فیض نمیبینم مقدس بودن در خود فیزه و خارج از اون نیست یا میشه گفت جلال خدا شامل هم قدوسیته هم شامل چی هستش فیزه و هر دو با هم دیگه در کنار هم قرار میدارن بنابراین برمیگردیم به همون خروج فصل سی و چارم آیه شیش خداوند میگه من خداوند رحوف رحیم دیرخش کسیر احسان و با وفا هستم و احسان یا نیکوی خودم را به هزاران نست میرسونم و نمیذارم هیچ نوع گناهی بدون سزا بمونه یعنی مقدسم بنابراین قدوسیت خدا جزوی از جلالشه و اگه میخواد جلال و حضور مسیح رو علنا حس بکنید و ازش بهرمند بشید و در واقع مزه کنید کامل و کمال عیسی مسیح رو باید هم در فیض خدا مزش کنی هم در اطاعت مزش کنی در اطاعتی که در شما وجد و شادی میاره میدونی چقدر خوبه؟ باور کنید اینجوریه وسوسه میشی بعد بس حسیم بگیری بکنم نکنم بکنم نکنم بعد یه رفعه خود میجنگی بعد میگه آقا بکن این کارو تمومش کن حالا مسئله نیست فردا خدا میبخشه تمام سلولای بدنت میگن این کارو بکن و یه جای در درونت که خود جلال خدای وند ما عیسی مسیح بلند میشه و میگه ببین اطاعت کن نکن این کارا بعد که نمی کنی میری از محیط بیرون داری رانندگی میری خونه میگی خدا شکرت که این کار نکردم و پر از وجد و شادی میشی پر از سیر میشی از درون سیرمونی پیدا میکنی مثل اینکه که ست تا خوردی معدت پر پر میشه از شادی از وجد به خاطر اینکه اطاعت کردی به خاطر اینکه جلال حیات بخش داره نمایان شد پس جلال خوردنیه یا نه؟ صد در صد هم شیرین و هم تلخه؟ آره هم شیرینه مثل اون نان آسمانی هم تلخه مثل مردن اون بلدرچین آیا همش درباره فیزه؟ نه همیشه درباره فقط فیز نیست جلال فیزه جلال محبت، جلال تمام ابعاد فیزه و جلال هم اطاعته و هم قدوسیته خدا رو شکر که خداوند از طریق عیسی مسیح با وفا بودن خودش و جلال خودش رو چکار میکنه ثابت میکنه و میگه هیچ گناهی رو بدون جزا نمیذارم چون در مسیح تمامای گناهان ما جزاش داده شد حالا تا هفته آینده خداوند فیض خداوند پدر محبت باشه ما باشه